امام مسلم از حافظان حدیث و همچو پرچمی محدثان که این شخص امام مسلم ابن حجاج ابن مسلمی قریشی نیشاپوری ابوالحسین صاحب کتاب صحیح که این شخص در نیشاپور سال 204 هجری حواله شدند اول در نیشاپور طلب علم کردند پس برای طلب علم حدیث به عراق و حجاز سفر کردند پس سعی کوشش زیاد داشتند تا اینکه همسالانش زیاد بودند که در یک عصر زندگی کردند با علم دانش و برتری او شاهدی دادند امام مسلم از بسیار شیخ ها حدیث ها را شنید و از او نیز بسیار مردان حدیث شناس روایت کردند و از شیخ های امام مسلم امام احمد ابن حنبل امام بخاری اسحاق ابن راهوی یحیی ابن معین ابو بکر ابن ابی شیبه و از شاگردانشان باشد ابو حاتم رازی ابو عیسی الترمذی ابن خزیمه ابو عوانه اسفرانی مکی ابن عبدان و مشهورترین کتاب های امام مسلم و مثل مسند صحیح که آن معروف به صحیح مسلم است و این کتاب از کتاب های ششگانه باوریناک است برای نوشتن این کتاب 15 سال عمر خود را صرف کرده است این کتاب در مکانت و قوت احادیث بعد کتاب صحیح بخاری است که بسیار علما این کتاب را شهر دادند و اینچنین دیگر کتاب های امام مسلم کتاب طبقات کتاب تمییز کتاب کنیه و اسما و غیره ها از کتاب های که چاپ شده است و یا دست نویس مانده است شیخ امام مسلم محمد ابن بشار در حقش چنین گفت حفاظ دنیا چهار نفرند ابو زرعه در ری و مسلم در نیشاپور و عبدالله داریمی در سمرقند و محمد ابن اسماعیل در بخارا امام عبدالبر گفت بزرگی امامتی مرتبه بلند بر او جمع گردید که این همه دلالت بر صحیح بودن کتاب او میکند که پیش از او و بعد او به مثل این نمود ترتیب و تلخیص حدیث وجود ندارد امام مسلم در شهر نصر آباد در نزدیکی شهر نیشاپور در ماه رجب سال 261 هجری وفات کرد که 57 سال عمر داشت الله سبحانه و تعالی با رحمت وسیع خود نائل گرداند